در چند دهه اخیر حکومت بحرین به گونه ای عمل کرده که دیگر صدای اروپایی ها هم به صدا در, آمده و این بار نوبت به ایتالیا رسید پارلمان ایتالیا به خاطر سوابق بد حکومت بحرین در زمینه آزادی های مذهبی و نقض حقوق ملت از ریاست دانشگاه های معتبر خواست تا همکاری خود را با مقامات بحرین متوقف کنند همکار علی اکبری گزارش می دهد. لورا بولدرینی، عضو پارلمان ایتالیا و رئیس کمیته دائمی حقوق بشر در پیام فوری به رئیس دانشگاه لاساپینزا نسبت به وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین ابراز نگرانی کرد وی از استمرار همکاری دانشگاه لاساپینزا در روم با بحرین در برگزاری کرسی گفتگوی میان ادیان و همزیستی مسالمت آمیز ملک حمد از نوامبر 2018 میلادی انتقاد کرد این سیاستمدار ایتالیایی رئیس این دانشگاه را به تعلیق همکاری با حکومت بحرین دعوت کرد تا از مشارکت آن در مدیریت دانشگاه برای سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر در منامه به ویژه در خصوص آزادی دینی جلوگیری شود بولدرینی پیشتر در مجلس نمایندگان حقایقی را در خصوص نقض حقوق بشر بحرین بیان نمود که آل خلیفه را در جامعه بین المللی رسوا کرد و این به خاطر ارتکاب تجاوزهای بزرگ انسانی و اقدامات تبعیز گرایانه علیه اکثریت جامعه بحرین به ویژه شیعیان این کشور بوده است در اسنادی که نمایندگان مجلس ایتالیا به آن استناد می کنن و در اختیار جامعه مدنی بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل و هیومن رایتس واچ قرار گرفته به تجاوزهای هدفمند بازداشت خودسرانه ایجاد محدودیت های حقوقی به ویژه علیه شیعیان و همچنین حق تحصیل و آموزش اشاره شده است عضو پارلمان ایتالیا در نامه خود تاکید کرد به همراه جمعی از همکاران در خصوص جلوگیری از مجازات اعدام و شرایط دردناک زندانیان بحرین به خاطر دلایل سیاسی به پادشاه بحرین نامه نوشتیم و پارلمان اروپا نیز با آن موافقت کرد. پیشتر نمایندگان ایتالیایی به همراه شماری از سیاست به آل خلیفه فشار آوردند تا علیه مقامات بحرین که مرتکب سرکوب فعالان روزنامه نگاران و فعالان سیاسی میشد اقدامی عملی صورت دهد.